درود دوستان، هنگامه هستم. با آشپزخونه من خوش اومدید. قبل از اینکه شروع کنم لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو هم سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید. بعدش هم بریم سراغ خوشمزه نرم امروز که باسلق هستش، منم عاشقشم. خیلی راحت درست میشه، فقط یکم حوصله میخواد. یک پیمانه نشاسته گندم رو با دو پیمانه آب هم میزنیم. یه کوچولو هم وانیل بهش اضافه میکنیم و میذاریم رو حرارت کم. نشاسته کامل توی آب حل میشه وقتی میذاریمش روی اجاق. بعد همین که نشاسته جذب آب شد و خودش رو گرفت، دو پیمانه شکر رو بهش یک جا اضافه میکنیم. میزان شکر رو هم میتونید تا 1.5 پیمانه اضافه کنید، اگه کم شیرین تر دوست دارید البته، ولی بیشتر از نصف پیمانه شکر ازش کم نکنید، چون باسلقتون اصلا خوب نمیشه. حالا حسابی هم میزنیم موادمون رو. وقتی شکر رو بهش اضافه میکنیم موادمون شل میشه. بعد بهش 2 قاشق غذاخوری سرپر ژلاتین بماری شده اضافه میکنیم. ژلاتین رو هم قبلش با 1/4 پیمانه آب سرد مخلوط کنید، بذارید روی بخار کتری تا شفاف بشه. موادمون رو هم میزنیم تا حالت گلولهش کاملا از بین بره. دو تا قاشق غذاخوری هم بهش عسل اضافه میکنیم که میتونید حذفش کنید عسل رو. بهتون بگم که من 1.5 پیمانه شکر زدم و 2 قاشق غذاخوری هم عسل. با این اندازه حد شیرینیش عالی میشه. دو تا قاشق هم گلاب بهش اضافه میکنم. یه خورده دیگه هم میزنم تا موادمون روی حرارت جمع تر بشه. بعد آخر کار بهش 25 گرم کره یا 1 قاشق سوپ خوری سرپر کره اضافه میکنم. بعد انقدر روی شعله کم هم میزنم تا خامی نشاسته کامل گرفته بشه و مواد خودش رو جمع کنه، یعنی راحت از ظرف جدا بشه. کلش حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه زمان میبره این کارا.
بعد مواد رو میذاریم کنار تا ولرم بشه، تا حدی که بشه با دست بهش شکل بدیم. ولی باید توی این مرحله خیلی سریع عمل کنید چون موادمون زود سفت میشه. حالا دستتون رو چرب کنید، اندازه گردو از مواد بردارید، گرد کنید و یه گردو روش بذارید و تو پودر نارگیل بقلتونید و بذارید حدود 12 ساعت حداقل 12 ساعت استراحت کنه تا یه باسلوق عالی داشته باشید. بعدش هم که نوش جان. حالا یه نکته هم بگم، اگه موادتون موقع شکل دادن صفر شد، یه کوچولو دیدی صفر میشه، شکل داده نمیشه، نمیتونید شکلش بدید، ببرید بذارید رو حرارت خیلی کم، حدود 30 ثانیه کامل خودشو ول میکنه، یعنی میتونید راحت به کارتون ادامه بدید. ولی تون تون قلقلی کنید لو. از مزدش هم نگم که بی نظیره. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این باسروقای خوشمزه رو درست کنید برای شب عیدتون و از طعم فوق‌العاده‌اش لذت ببرید. امروز هم خیلی ساده و شیک باسلوق درست کردیم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، نظرات خودتون رو کامنت کنید حتماً. برای حمایت از منم سابسکرایب یادتون نره، کانال اینستاگرام من رو هم فالو کنید چون کلی آموزش‌های متنوع و خوشمزه دارم براتون. ویدیوی بعد همدیگر رو می‌بینید.